خانم آقایون، به برنامه دیگری از شوت گل آفساید از شبکه جهانی پارس خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود می‌فرستم. به هر حال شب گذشته و امشب در واقع در اروپا علاقمندان به فوتبال در هیاهوی کی میبره کی میبازه بود. به هر حال دو تیمی که دیشب بازی کردن، یعنی پرتغال و ولز، شرایطی کاملا متفاوت داشتن از پیشینه. پرتغال به هر حال از پیشینه غنی برخورداره، در جام جهانی ها موفق بوده، در جام ملت های اروپا موفق بوده و تجارب بین المللی بازیکناشون بیشتر بود. از اون طرف تیم کریس کولمن که تیمشو به مسافه تیم سانتوز مربی پرتغالی می آورد، تا اینجا شگفتی آفریدن، یعنی در واقع در تاریخ فوتبال کشورشون تأثیر گذاشتن، یعنی یه تاریخ جدیدی رو، یه خط جدید در تاریخ فوتبال ولز به وجود آوردن که حالا برای شما علاقمندان شاید بد نباشه من در آغاز برنامه بگم که خب این تأثیرات چگونه در کشورها به وجود میاد. الان وقتی مثلا ویلز تا این مرحله میاد، همین باعث تشویق، علاقمندی و ایجاد شوق و انگیزه در خانواده ها و در نسل جدید میشه و اینها میرن در آکادمی های فوتبال مختلفی که اگر فرضاً بخوایم بگیم در سطح ویلز تعداد آکادمی ها و بچه هایی که تو سنین مختلف آموزش میدن 5000 تا بوده، الان به جرئت میتونم بگم 50000 تا میشه، 100000 تا میشه و این باعث پیدا کردن استعدادهای بیشتر و پشتوانه آینده فوتبال ولز میشه مثل سایر کشورها. اینا تأثیراتشه. باشگاه های ولز قوی تر میشن چون توجه فوتبال به ولز جلب میشه، سرمایه گذارها میرن حالا دلشون خواهد در فوتبال ولز سرمایه گذاری کنن وقتی این زمینه استعداد رو میبینن. به هر حال در پی این درخشش ها سیلی از مثبت ها در واقع به سوی این کشورها میاد و وقتی نگاه میکنیم چرا این کشورها در اون جنگ و جدل نهایی میخوان سهمیه بگیرن، میخوان میزبانی بگیرن و میخوان کشورشون رو جزو اون جریان برجسته فوتبال جا بدن، به خاطر این اثراتشه، به خاطر این در واقع بازگشت‌های مثبتشه. حالا از اینکه بگذاریم، در برای کریس کولمن میگفتم که مربی جوونیه و تا همینجا تیمش رو جزو 4 تا آورد. البته خب یه بازی داره شنبه که مقابل تیم بازنده امروز قرار خواهد داد، ممکنه سوم بشه تیمش، از این تیم جدا میشه. به هر حال آنچه که در میدان بازی شب ما شاهدش بودیم تفکرات دو تا مربی بود، سانتوس مربی پرتغال به عنوان یه مربی سنتی و معتقد به همون سیستم به قولی گفتنی 4-4-2 که میتونسته بگیم بعضی موقع میشه 4-5-1 و رونالدو تک فورواردشون میشد. در آنالیز اگه بخوایم بگیم خیلی سریع در این وقت محدود، بازی دیروز همونطور که گفتم کولمن در این بازی از دفاع سه نفره به نوعی استفاده کرده بود برای اینکه بازیکن‌های خوبی در خط هافک داشت و میخواست بهشون بازی بده و به حال نتیجه داده بود دیگه، تا این مرحله اومده بود. از اون ور وقتی نگاه میکنیم درباره رونالدو میگفتم که در 5 بازی گذشته خیلی چراغ خاموش اومد و نیمه اول هم مقابل ولز اون توقعی که از رونالدو بود کمتر دیده میشد. به همین دلیل مدافعین ولز دچار یه اشتباه شدن و اون مراقبت ویژه‌ای رو که به خصوص در نیمه اول از رونالدو داشتن و دیدن خب اون چنین نشد،
یه لحظه دست دادن. وقتی شما به گل نگاه میکنید میبینید که یه پرتغالیه، یه دفاع این دفاع هم نیست در واقع، اونجا شاید به نوعی بعد جای ویلیامز کاپیتان تیم ویلز بود که رونالدو رو کاور میکرد، و همین تعلل و همین یکم بیتوجهی باعث شد که رونالدو چرا خاموش بازی که از اون پریشه های استثنائیشو بکنه. رونالدو در فوتبال امروز جهان جز محدود بازیکنایی است که ما بهش میگیم در واقع توقف میکنه، یعنی انگار پرش میکنه و وامیسته. هیچ علاقمند فوتبالی در جام باشگاه اروپا گل رونالدو به منچستر یونایتد رو فراموش نمیکنه که انگار رو هوا واساد نگاه کرد و ضربه زد. و شب گذشته یکی از اون پرشاشو کرد و به هر حال نشون داد که فراموش نکنید من هنوز اینجام. خب در کنارش بازیکنایی هستن که سعی میکردن برای خودشون هم فضا ایجاد کنن با حرکاتایی که خود رونالدو میکنه و فضا رو برای اون ایجاد میکرد. سانچز بازیکن جوانش موقعیت داشت و به هر حال پپه به معذرت میخوام نانی که این دوره بعد بازی نکرده برای تیم پرتغال، با اینکه روی خود سانتوس مربی این تیم فشار زیاد بود که پپه رو دعوت نکنه یا زیاد بهش بازی نده، ولی پپه نانی من اشتباه معذرت میخوام نانی خوب بازی کرده و این گلایی که در این دوره زده خیلی به درد پرتغال خورده. من پپه رو میام پپه رو به این دلیل میام که پرتغال یه مهره اصلیش رو نداشت، مدافع میانیش که در تمرینات آسیب دیده بود در این بازی نبود. برای پپه هم بازی رونالدو در رئال مادرید هم هست. از اون ور ویلز یه ستون تیمشو نداشت. آرون رمزی هافک خلاق و ممتاز تیم ویلز که در تیم آرسنال هم بازی میکنه به دلیل دو اختیاری بودن این بازی رو از دست داد و حضورش خیلی در زمین حس شد. و نباید فراموش کرد که گرت بیل کاپیتان ویلز هم بازی رونالدو در باشگاه رئال مادرید دیشب همه جور تلاش کرد و به نظر من این بازی بیل رو میشه به عنوان یک نمونه برای نسل‌های جوان‌تر تیم‌های ملی نشون داد که یه بازیکن برای پیرن تیم ملیش چقدر تلاش میکنه، چقدر میدوه، هرچند یه دقایق دچار تیک عصبی شد، برخوردهای تند خشونت آمیز کرد که حتی یه جور داور میتونه کارت قرمز هم بده، ولی منظورم اینه که نمیخواست شکست رو بپذیره و با تمام وجودش تلاش کرد که بتونه نتیجه عوض کنه، ولی خب به هر حال فوتبال و این برده باختاش و در نهایت پرتغال موفق شد با دو گلی که به وسیله رونالدو و نانی زد به فینال بره. در باره سیستم بازی این تیما میگم بعد در یه فرصت دیگه ای صحبت کرد، چون باید کشید و نشون داد که به هر حال این سیستما رو چگونه مربیان و به چه اهدافی در زمین پیاده میکنن. به عنوان مثال مثلا سیستم 3-5-2 برای چیه، 4-4-2 برای چیه، 4-5-1 برای چیه. توی این مقدار برمیاد به تفکرات مربی و ابزار امکاناتی که در دست داره و اینو واگذار میکنیم به زمانی که بیشتر وقت داشته باشیم و درباره صحبت کنیم، چون امروز در بخش بعدی سراغ خانم امیلیا اسدی میریم و گپ گفتی درباره والیبال داریم و در قسمت آخر من در خدمت شما خواهم بود. رستوران پرا در قلب نورفینشتی در شمال لندن پذیرای مهمانانی خواهد بود که به دنبال فضای دلنشین و غذاهای لذیذ و قیمتی مناسب هستند. هر جمعه و شنبه شب با موزیک زنده.
خب خانم، همونطور که در اول برنامه اعلام کرده بودم و قرار طبق روال هر هفته در قسمت والیبال هستیم و با امیلیا خانم درباره حوادثی که در تهران اتفاق افتاد، مسابقاتی که برگزار شد، نتایجی که به دست اومد، حضور خانم ها در والیبال. خب چه خبر؟ درود به همه همیهنان گرامی. دوباره مهمون خونه های شما هستیم. دوست دارم قبل از هر چیزی از شبکه پارس تیوی و جناب آقای سرابی تشکر کنم بابت درخواست همکاریشون با من. از خب تیم ملی رو چجوری دیدی چون چند بازی که تهران کرد؟ بازی اولش که با سربستان بود 3-2 بردن. و سربستان مثل تو موقع هم نباخته بود؟ نه، سربستان تو اون موقع هیچ کدوم از بازیاشون نباخته بودن، اومدن ایران بازی رو باختن توی ایران. بازی خیلی خوبی بود، ایران دوباره نشون داد که میتونه بهترین تیمای دنیا رو اینطوری شکستشون بده. بعد بازی بعد؟ بازی بعد ایران با ایتالیا متاسفانه 3-0 باختن. اینم نگفته نمونه که به خاطر این بود که چند تا از بهترین بازیکنهای ما آسیب دیدن، مثل آقای امیر غفور، لیبرو تیممون، آقای فرهاد ظریف و دریافت کننده خوب تیممون آقای فرهاد قائم. اینا نبودن تو بازی، سه تا از مهمترین بازیکنامون نبودن. البته خودتم میدونی که والیبال مثل با فوتبال فرقش نه، بعضی موقع یه دوره یه تیم خیلی خوبن، یعنی انقدر اینا با هم جمع و جور میشن. و ایتالیا من فکر کنم یکی از اینا بود که در این دوره از این پوینت استفاده کرد. حالا یه سوال دیگه، برخورد دوتا مربی لوزانو با ولاسکو. بازی ایران آرژانتین آخرین بازیشون بود که ایران 3-2 تیم آرژانتین رو شکست داد و خیلی بازی پرهیجانی بود. آقای ولاسکو هم آخر بازی، بلوتون برای تماشای شما اگه نمیدونم ولاسکو رو بگید نقشش چی بوده قبلا. خب آقای ولاسکو قبلا مربی تیم ملی کشورمون بود، بعد خب رفت آرژانتین مربیگر اونجا کرد. آره، الان هم که مربی تیم ملی ما آقای لوزانوه و بازی خیلی حساسی بود توی ایران. اتفاقا خود آقای ولاسکو بعد بازی، بعد اینکه تیم خودش تیم آرژانتین باخت به ایران، بعد بازی وایستاده بود این گوشه این نت، بازیکن‌ها که بازیشون تموم شد با هم دست دادن و اومدن همه رو بغل کرد، بهشون تبریک گفت. یه رو خوب اومدی. خب آره، ورزش قشنگیش به ایناست دیگه. آره. ولی مثل که تو المپیک هم به هر حال ایران و آرژانتین باز به هم میخورن و اصل اونجاست. اونجا خیلی مهمه. حالا مهمتر از همه سوال، در واقع چیزی که برای اولین بار اتفاق افتاد تو 37 سال، خانوما اومدن تو استادیوم، یعنی تو سالن اومدن و این نشون میده که اگر میتونن بیان تو سالن ببینن پس میتونن ورزش دیگر هم ببینن. البته این خانومایی که اومده بودن توی ورزشگاه به خاطر این بود که اونا همسر، مادر، خواهر بچه های تیم ملی بودن، چند تا از بازیکنهای خانومای تیم ملی ایران اونجا بودن، کسی دیگه ای نبود، یعنی همشون فامیلای بچه های تیم بودند یا تیما بودن که اومده بودن. این نشون نمیده که دوباره مثلا هم صحبت میکردیم، خودی من گفتی که یه مقدارم اصلا فشار فدراسیون جهانیه که میگه باید خانم‌ها تو سالن باشن. آره، خب اینا 100% فشار فدراسیون جهانیه که میگه خانم‌ها باید توی ورزشگاه حضور داشته باشن. اینم درسته، ولی خانمایی که اومده بودن تو استادیوم فقط فامیلای خودشون زیاد بودن، اون جمعیت به اون زیادی همش فقط فامیل نبود. آقای سرابین زیاد نه، نظران زیاد میومد، شاید واسه اولین بار بود. بعضی که 12,000 نفره 200 نفر بیشتر مثلا خانم نبود، این زیاد نیست. ها نه، من همین نفرم نمیدونم میشه، مثلا که در ازای مثلا یه تیمی که خودش 12 نفره یه حکم دور و برش بشه 2-3 نفره دیگه میشه مثلا 40-50. حالا به هر حال مهم اینه که به نظر من اصلا بحث این است که خانم ها
توی یک مکان ورزشی تو نظام جمهوری اسلامی اومدن تو اسلام و دیدن. حالا اون خواهرشون مادرشون به حال اونام غریبن. یه شروع اجباریه که این برای ورزش ما تو هم خوبه، یعنی چیزی که این در حدود 7 سال تلاش شده که این خانوما رو از مریدین دور کنن. آقای سرابی من یه سوال از شما داشتم. شما زمانی که فوتبال بازی میکردید یا مربی بودید، خانوما اجازه داشتن بیان توی استادیوم؟ قبل از انقلاب بعد از انقلاب؟ دوتاش. خب ما بازیگریم بیشتر قبل از انقلاب بود که آره آزاد بود میومدن. اتفاقا یه زمانی شده بود که وقتی اون موقع که ما بازی میکردیم امجدیه شده بود نمایشگاه مد، که بیشتر بازی ها تو امجدیه بود، بعد رفت آزادی. امجدیه هم که میدونی کجاست، توی خیابون الان شده پایین هفته تیر. حالا منظور تمام اونم شد سینما اتفاقا میومدن. بعدش چی؟ بعد از انقلاب نه. این خب بعد نظر شما راجع به این چی بود که مثلا دارید میرید فوتبال بازی کنید یا مربی تیم فوتبال هستید و همسر، خواهر، مادرتون، دخترتون نمیتونن بیان بازی ها رو ببینن؟ خب نظرتون اون زمان داستان اینجوری بود که حالا شما دارید میگه حرف تو حرف میشه، اصلا واقعیتش اینجوری بود. یه روز یک شنبه بود، کسی که مربی من بود و با هم به هر حال همیشه کار فوتبال کرده بودیم، آقای آبشناسا، این اومد شد رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست همون امجدیه. بلتاب اونم اول انقلاب بود دیگه، منم اونجا هم تو کمیته آموزش فدراسیون کار بودم، هم به هر حال با عنوان کسی که به قول خودش میگفتن دست به قلم داره برای کارهای ورزشی و کار مربیگرم کرد. یه یک شنبه بود قشنگ یادم تیم بانک ملی بازی داشت با هما، فکر کنم اگه اشتباه نکنم 57 58، چون 57 انقلاب شد چند ماه بعد از انقلاب. همون که نشسته بودیم یه اتاقه که بود که دفتر امجدیه بود، اون پایین هم یه زمینه هندبالی بود که الان کردنش برای فوتسال، لای پنجه نشسته بودیم، یه آقایی هم بود مسئول وفایی. اون یه برگشت گفت حسن آقا این خانوما دارن با اینا تیم هما و بانک ملی که اومدن با خانوماشون دوست دخترهاشون داشتن میومدن تو. هنوز میگم زیاد از انقلاب نگذشته بود. حسن این بحث که اینا میتونن بیان تو نمیتونن بیان تو به شوخ، واقعا اول شوخی بود. بعد اینا گفتن زنگ بزنیم از دفتر مون، گفتن آقا دی خمینی رو گفتن آقا، زنگ بزنیم دفتر آقا بپرسیم میشه یا نمیشه. خلاص کار رسید به اونجا و اون که مثلا رئیس دفترش بود گفت اول جواب نداد، جدی نگرفتن. بعد گفتن از نظر شرعی هر چی خودتون میدونین، اصلا نوته اینجوری بسته شد. بعد یه نفر بود رئیس سازمان ورزش بود نام مصطفی داوودی، یک آدم دگمه، اون خیلی به ورزش ایران خیانت کرد، خیلی خیانت کرد. یکیش همین بود، تری 27 ساله گذاشت که قهرمانای مطرح فوتبال و والیبال از 27 سالگی بعد نمیتونن تیم ملی بازی کنن. نمیدونم حالا که گفتی میخوام بگم از اونجا شروع شد و حضور بانوان به طور کل برای اومدن تو استادیوم قطع شد. سال دوم همین بود سوال من. همین، چون من خودم اگه با پدرم یا برادرم برم بخوام یه ورزشی رو نگاه کنیم، بعد به من بگن چون شما خانومی نمیتونی بیای بری تو استادیوم تو ورزشگاه بازی رو نگاه کنین، نه داداشم و نه پدرجونم نمیرن که بازی رو ببینن، در صورتی که الان مطمئنم هستن آدمایی که میرن اونجا با همسرشون یا پسرشون که بازی رو ببینن. اینا رو نمیذارن، اینا پشت در میمونن، اونا میرن تو بازی رو نگاه میکنن و میان بیرون. به هر حال این حادثه ای که اتفاق افتاد، بالاخره خانم رفتن تو اینترسف شکسته، این پیش اومده خیلی چیزا سالا چالش هایی به وجود میاره، بالاخره اتفاقاتی پشت میاره. امیر خانم طبق روال همیشه وقتون خیلی محدوده، من تشکر میکنم ازت. فقط قبل از اینکه خدافظی کنیم این قول بده که هفته آینده یه مقدار بیشتر درباره تیم والیبال خانوما با هم صحبت کنیم. بله حتما. بسیار ممنونم که اومدید. خیلی ممنون، تا هفته دیگه، بدرود. دنبالی برنامه رو با هم پی میگیریم. رستوران پرا در قلب نورفینشتی در شمال لندن پذیرای مهمانانی خواهد بود که به دنبال فضای دلنشین و غذاهای لذیذ و قیمتی مناسب هستند. هر جمعه و شنبه شب با موزیک زنده.
خب در بخش پایانی الان که ما شما صحبت میکنم، در واقع بازی آلمان و فرانسه در جریانه و به حال یکی از این دو تیم باید به فینال بره. به حال فرانسه میزبانه و تیمای میزبان همیشه یه مقداری از راه رو به خاطر تماشاچیشون و فضای خانگی طی میکنن و این از امتیازات خانگی یه تیمه. دشام مربی فرانسه که به حال خوش بازیکن بزرگی در فرانسه بوده، جام جهانی برده، جام ملت‌های اروپا رو برده و دوچار مشکلاتی هم بوده، همون مسئله در واقع رسوایی که چند بازیکن تیم ملی فرانسه داشتن که از جمله منجر شد به نداشتن بنزما. خب به هر حال کریم بنزما به خاطر دادگاه و اتهاماتی که بهش زده شده بود به خاطر اخاذی از یکی دیگه از بازیکن تیم ملی آلمان، بنظرم فرانسه یکی به حواس ما رو میزون کنه. خیلی سریع بگم داستان این بود که یکی از بازیکنان تیم، حالا اسمم نخوام ببرم، فرانسه با یکی دیگر از بازیکنان فرانسه سیسه و بنزما و یکی دو نفر دیگه از این یه فیلمی گرفته بودن که این فیلمو کرده بودن سند و بابت این از این پول میگرفتن و بالاخره میره شکایت میکنه به دادگاه میکشه، اونا محکوم میشن. بنزما تو این قضیه به هر حال پاش در میون بوده ولی هنوز دادگاه رأی نهایی رو صادر نکرده، یکی دور محکوم شده، دوباره این تقاضای چیز کرده و کماکان دادگاهش ادامه داره. به همین دلیل آقای دوشام نتونست بنزما رو بیاره و فضای بیشتری ایجاد شد برای ژیرو، فوروارد خوب تیم آرسنال، و ژیرو هم بعد جواب نداده. به هر حال در بازی قبل فرانسوی‌ها موفقشون 5-2 آیسلند شگفتی ساز رو ببرن و آلمان‌ها موفق شدن تیم ایتالیا رو ببرن، یکی از بهترین تیم‌های این دوره که بر مربیگری کنته که الان رفته مربی چلسی شده خیلی خوب بازی کردن، یعنی تیم بودن. خود کنته هم این دوره از سه دفاعه استفاده کرد چون در حال ازدحام خط هافبک زیاد بود. آنچه که مسلمه برخورد دو تفکر مختلف از دو سیستم مختلف آلمان و فرانسه که گفتم متاسفانه چون ما برنامه لایف نداریم و برنامه نداریم که بتونیم پوشش بیشتر روی این بازی‌ها بدیم، همه رو امیدواریم که به زمانی موکول کنیم که تایم بیشتری و زمانهای مناسبی رو بازی‌های مختلف داشته باشیم، چون همین سپتامبر که داره میاد بازی‌های باشگاه هم خودش کم از بازی‌های ملی است. خلاصه کوتاه کنم، امشب یک فینالیست دیگه مشخص میشه و یک شنبه در پاریس ما شاهد دیدار فینال این مسابقات خواهیم بود. وقت متأسفانه خیلی سریع میگذره و من ناچارم همینجا از شما خداحافظی کنم و تنها چیزی که میتونم بگم و اشاره داشته باشم که و بارها گفتم، به هر حال نچش الان بودن نمی خانم اسدی در برنامه ماست، هر جا هستین، اگر علاقمند هستین، اگر صاحب نظر هستین، اگر دلتون میخواد در برنامه ورزشی ما شرکت کنید، خواهش هم اینه که با ما تماس بگیرید، همونجوری که می‌دونید مشخصات این زیر نوشته شده، یا با تلویزیون پارس تماس بگیرید، ابراز آمادگی کنید که بتونیم حضور بیشتر شماها رو در هر چیزی که دوست دارین، فوتبال، والیبال، بسکتبال، هر چیزی که مورد علاقتونه داشته باشیم. باز یه بار دیگه از زمان کوتاه استفاده می‌کنم، خواهش هم اینه که خانم آقایون به تلویزیون پارس کمک کنید، به این برنامه کمک کنید و بذارین امکانات بیشتری به وجود بیاد برای بهتر ارائه کردن برنامه‌ها در حضور شما. تا هفته آینده شما رو خدا ایران می‌سپارم.